اون کاری که شما میخواین دارن براتون انجام میدن، دارن روش کار میکنن. یا اینکه ابرا، اگه ابرها رو خیلی موقع مشاهده کنین یه شکلای مخصوصی دارن، فرشته میبینین توشون، حیوان توشون میبینین، که اون حیوان هم میتونن فرشته باشن و یور انیمال گاید باشن به قول معروف. دیگه کارهایی که ما میتونیم بکنیم اینه که کریستالا رو دقت بکنیم، کریستالایی که تو خونه دارین، نه اون کریستالایی که توش گلدونه یا مثلا آجیل میریزین یا شیر میخوری، نه، کریستالایی که هیلینگ هست، مثل امتیست، آرکنایت، سلینیوم، این هیلینگ ستون ها هستن که اگه داشته باشین توی خونه بعد از یه مدت که میرین سراغشون میبینین شکلای اینا عوض شده، سایز اینا عوض شده به طور خیلی اتوماتیک وار. این هم یه ساین دیگه هست. وقتی که یه کلمه ای رو یا یه موضوعی رو سه نفر برای شما همون اونو میگن در عرض مثلا یکی دو روز، سه نفر مختلف یه چیز رو براتون میگن و این چیزا میتونه حتی تو اینترنت اتفاق بیفته، میتونه توی رادیو، میتونه توی تلویزیون، میتونه تو جمع دوستان این چیزا اتفاق بیفته. پس عزیزانم چشم و گوشتون رو یکم باز کنین، این فرشته‌های عزیز و حضورشون رو که به ما دلگرمی میدن، که به ما عشق میدن، به ما نور میدن، حضورشون رو احساس کنین. خب من ببینم که اگه به دوتا تلفن جواب میدم. خانم آسیه با تولد 12/26/1943 زنگ زده بودن، زحمت کشیده بودن که شمارهشون هست 281-28، زمانی بوده که زندگیشون به طور خیلی کلی عوض شده، هر یک سال زندگی ایشون عوض میشه. یک علامت لیدر بودن، راهنما بودن، معلم بودن، توانا بودن، ایندیپندنسی، یا اینکه یکی هم حالت احتیاج به کسی رو ندارن توی کارهاشون، خیلی خودشون راهنما و رهبر هستن. همینطور خانم ماریا از تگزاس که همین با تولد August 8, 1990 ایشون 46 هست که همون یک 46 زمانی که ایشون تغییر کلی دارن توی زندگیشون و هر یک سال یک بار زندگی ایشون دچار تغییر و تحول میشه. یک همون راهنما ایندیپندنسی معلم هستش که شماره خیلی خوبیه. خب این دوست عزیزمون راجع به این سپیچ من صحبت کرده بودن که متاسفانه وقتی نداریم که همش رو بتونم براشون بخونم، ولی اجازه بدین یه مقدار صحبت کنم. بله، که در 35 سالگی مادر من نوجوان 17 سالش رو از دست داد متاسفانه و تا آخر عمر در داغ اون عزیزش سوگواری میکرد. بعد از 2 سال بعد از فوت برادرم بود که من به دنیا اومدم و مادر من اون موقع داماد داشت و نوه داشت و من به دنیا اومدم. و خیلی موقع آدم ها نمیبینن چیزایی که باید ببینن. اگه خدا یه دری رو میبنده به رحمت یه در دیگه باز میشه، فقط باید چشم بصیرت داشته باشیم که اونو ببینیم. از زمان بچگی 5 سالگی بود که متوجه ناراحتی ها گریه هاش میشدم همیشه و از اون موقع تصمیم گرفتم که براش یه ناجی باشم، براش یه کمک کننده باشم و همدمش بشم. برای همین بدیامو نمیگفتم، خوبیامو بیشتر میگفتم.
یکی دو ساعت من نشستم و با خودم خلوت کردم قبل از اینکه این سخنرانی رو در روز مموریال سرویس انجام بدم، و برای اولین بار بود که این چیزا به همدیگه رایم شد، به قول انگلیسی، حالا نمیدونم به فارسی چی میشه، جور شد این حرفا، و براتون دوست دارم اون قسمت رو بخونم. من شدم غذای روحش، من شدم سنگ صبورش، من شدم تاکسیش، من شدم حامیش، من شدم زبون انگلیسیش، من چسبیدم بهش مثل سیریش، من شدم دکترش، من شدم پرستارش، من شدم کننده کارش، میرفتم میلاد مارکت با خواسته هاش، مگه تموم میشد اون خواسته هاش، خرید سبزی با لوبیا با چاشنیاش، برای درست کردن قرمه سبزی برای بچه هاش، رفتن سه شنبه ها به فروشگاه هاش، خریدن دیگ و قابلمه، ظرف و ظروف برای مهمونیاش، شبات و روششانه و پسوبراش، تمیز کردن خونه و اون دیزایناش، پختن غذای مورد علاقه بچه هاش، گرفتن آب پرتقال با اون آرتروز دستاش، رفتن بانک و گرفتن پولاش، از قلم نیفته کادو برا نوه هاش، مهمونی و مهمون نوازی هاش، خوشقلبی و سخاوتمندی هاش، کار کردن و پختن و زحمت کشیدن هاش، ولی وای به اون تعارف کردناش، بچه ها، نوه ها، نتیجه ها، نبیره هاش، محبت کردن و بوسیدن و عشق دادناش، رفتن دکتر و داروخانه و آزمایشگاهاش. وای بر من، وای بر من که نبودم این 5 سال مثل قبلن باهاش. مرسی از توجهتون به این برنامه. هفته آینده به تلفن‌هایی که داشتیم حتما جواب خواهم داد. با ما باشین تا هفته آینده. بازپخش این برنامه دوشنبه ساعت 7:30 شب پخش میشه، و خوشحالم از اینکه بار دیگه تونستم در خدمت شما دوستان عزیزم باشم. همگی رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
تا حالا شده با کسی قهر کنین؟ حتما شده. اما با یه نفر هرگز قهر نکنین. او کیه؟ شما، خود شما، ذهن شما، فکر شما. دکتر گلناز رفائلیان هستم. دکترا در ایژن متافیزیک، سرتیفاید هیپنوتراپیست اند انرژی هیلر. با برنامه آشتی هر شنبه از ساعت 5 بعد از ظهر از مرسی تیوی. به امید دیدار.